آره خلاصه داشتم بهت میگفتم. یه موقع هستن بچه های کوچیک آدم رو میترسونن، یه حرف های به آدم میزنن که آدم پوه. مثلا توی آمریکا یه خانومی میگه یه روز منتظر اتوبوس بودم، یه دختر بچه اومد کنارم، گفت خیلی صورت زیبایی داری، ازش تشکر کردم، اما در ادامه گفت صورتت انقدر زیباست که دلم میخواد نابودش کنم. یا مثلا جورجی میگه پسرم انقدر از آب میترسید که حتی نمیرفت حموم و دوش بگیره. ازش دلیلشو پرسیدم، گفتم آب که ترس نداره، گفت نه آخه من تو زندگی قبلیم غرق شدم، یه انقدر ترسیدم که چند روز دیدن فرزند خودم برام سخت شده بود. یا مثلا ایزابلا میگه دختر 7 سالم منو نیمه های شب از خواب بیدار کرد و گفت مادر، مریم میگه همین الان باید از خونش بریم بیرون وگرنه ما رو میکشه. میگه وقتی رفتم تحقیق کردم و پرسجو کردم، دیدم نام صاحب قبلی اینجا مریم بوده که توی خونه به قتل رسیده. میگه همون لحظه سری خونمون رو انداز کردیم. یا مثلا یه مادر دیگه میگه یه دختر 4 سالم منو صدا کرد، رفتم پیشش، گفت مامان یادت میاد جاهامون عوض شده بود، من مادرت بودم تو دخترم بودی، اومدن تو خونه و سر منو بریدن. یه وقتی دخترم این حرفو زد خشک شدم، چون داستانه به قتل رسیدن مادرمو اصلا ابدا هیچ کس براش تعریف نکرده بود. یا مثلا رابرت پترسون میگه پسرم روی تخت خوابیده بود، بالشتشو برداشت، پتوشو برداشت و اومد رو زمین خوابید. وقتی دلیلش رو ازش پرسیدم، گفت یه پسر بچه ای اومد بغل من روی تخت خوابید و گفت از روی تخت من گم شو پایین، این تخت تخت منه. یه وقتی پرسیدم، جستجو کردم، سرچ کردم، از همسایه‌های قدیمی سوال کردم، گفتن آره یه پسر بچه ای قبلا اینجا بوده که بر اثر آتش سوزی جون خودش را از دست داده. شما اگه جای این پدر بودید دیگه تو خودو میموندین؟ یه مادر دیگه میگه شنیدم دختر بچه‌م، دختر 5 سالم قبل از اینکه بخوابه داره لالایی رو میخونه که مادرم وقتی بچه بودم برای من میخونه. ازش پرسیدم که این لالایی رو از کجا بلدی؟ گفت مادر بزرگ هر شب قبل خواب این لالایی رو برای من میخونه، اما این در صورتیه که مادر اون دختر 5 سال پیش فوت شده بوده. اما اینی که میخوام بگم خیلی ترختر از همشونه و خیلی ترسناکتر. جنیفر میگه پسرم وقتی رفت بخوابه به من گفت مامان خداحافظ. وقتی بهش گفتم باید به من بگی شب بخیر، گفت نه این بار باید بگم خدافظ. صبح روز بعد اون پسر بچه دیگه از خواب بیدار نشد و جون خودشو بر اثر سکته قلبی از دست داد. اون میدونسته که قراره دیگه از خواب بیدار نشه و اینقدر حالش خوب بوده. این داستان از دهن یه زن مراکشی شنیدم. میگفت صبح دلانگیز یک روز بهاری توی بالکن خونم وایساده بودن و بچه های کوچیک داشتن توی کوچه بازی میکردن. یه دختر بچه رو به من کرد و گفت خانم ببخشید بچه‌تون کی به دنیا میاد؟ یه از حرفش خندم گرفت، اما بعد از ظهر همون روز فهمیدم که باردارم و قرار مادرشم. این اتفاق شاید برای شما خنده‌دار عجیب بیاد، اما برای کسی که این داستان رو از دهنه دختر بچه بشنوه واقعا ترسناکه. یه مردی تعریف میکنه که یک شب خونه خواهرم خوابیده بودم روی کاناپه. برادرزادم اومد منو صدا کرد و گفت از روی کاناپه بلند شو و هر وقت خونه مایی هرگز دیگه روی کاناپه نخواب. دلیلشی که ازش پرسیدم، گفت آقای اندرسون خیلی از این موضوع ناراحت میشه. گفتم بچه است دیگه، از این حرفا زیاد میزنه. صبح که از خواب بلند شدم از خواهرم دلیل این حرفی که پسرش زده بود پرسیدم. گفت اندرسون نام صاحب خونه قبلی اونه که بر اثر کهولت سن فوت شده، اما پسرم از این قضیه اصلا اطلاعی نداشته. این جمله، این اتفاق انقدر ترسناکه که جروش یک فیلم هم ساختن. یه خواستم دخترم رو بخوابونم، زود بود. دخترم گفت من چرا باید انقدر زود بخوابم؟ گفتم توی دختر بچه ای، دختر بچه ها باید زود بخوابن. گفت پس چرا اون دختر بچه ای که گوشه اتاق وایساده زود نمیخوابه؟ یه وقتی برگشتم به گوشه اتاق رو نگاه کردم، دیدم یه سایه ای از کنار اتاق به کنار دیگری رفت. هرگز 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 دیگه نتونستم تو اون خونه بمونم. خونه رو که ترک کردم، دخترم به من گفت مامان ازت ممنونم که دوست صمیمی منم با ها آوردی. وقتی ازش پرسیدم که منظورت کیه، دوباره یه گوشه دیگه خونه رو به من نشون داد و دوباره همون سایه و دوباره همون اتفاق. میگم بعضی موقعا بچه های حرفایی میزنن که آدم وحشت میکنه.
اسمش انوپرینکوه، اهل اوکراین بوده. مثلا قیافش مشخصه چه حرمزاده ایه. اما خب چیکار کرده که من قد ازش بدم میاد؟ اون معروف بوده به جانوری از اوکراین. وقتی دستگیرش میکنن به 52 قتل اعتراف میکنه. وقتی وارد خونش میشن بیش از 200 سلاح سرد و گرم پیدا میکنن. مگه چیکار کرده؟ یه خانواده 10 نفره رو کشت که 8 تاشون بچه بودن. 2 تا دختر رو میکشه که یکشون 7 سالش بوده، یکشون هم 8 سالش، اونم با تبه. به 13 نفر تعرض کرده. حالا یه جالب تر بهت بگم، این مرد هنوز اعدام نشده و فقط مجازاتش رو حبس ابد در نظر گرفتن. دیگه چی میخوای بهت بگم؟ حتما شنیدید که یه سری از اشیا یا وسایل تسخیر شدن. مثل چی؟ مثل عروسک آنابل. فیلم قشنگیه میدونم، اما میدونی که وقتی داشتن این فیلم میساختن چه اتفاقاتی افتاده؟ وقتی داشتن این فیلم میساختن کارگردان میبینه که روی پنجره یه خراشیه، خیلی خوشش میاد، یه دم بچه هایی که داشتن اینجا رو میصافتن گرم، چقدر قشنگ طراحیش کردن. ضبط میکنن تموم میشه، میره سراغ طراح صحنه که ازش تشکر کنه بابت این خراشای روی شیشه. اما طراح صحنه میگه کار من نبوده. میگه خب از بچه هایی که باهات کار میکنن بپرس، حتما یکی این کارو کرده. از هر کی میپرسن میگه نه، این کار من نیست. کارگردان چون دوست نداشته که جو محیط فیلم برداریش به هم بریزه، خودش میگه که این کار من بوده، فقط خواستم یکم بترسونمتون.